بر بینندگان گرامی، مهر ملکی هستم. برنامه ناگفته های تاریخ رو از شبکه جهانی تلویزیون ایران آریایی به طور زنده از طریق اسکایپ بر شما اجرا میکنم. امروز شنبه 21 ماه می مطابق با 31 اردیبهشت ماه هستش. خب حضورتون عرض کنم که در ایران همچنان تظاهرات ادامه داره در جای مختلف ایران، یعنی و چیزی که برای من تعجبه، تهران هنوز بلند نشده. خیلی عجیبه ها، با تهران با اون جمعیت چندین میلیونیش، آخه چطور شما نشستید که الان همه جای دیگه مردم بلند شدن دارن اعتراض میکنن، شما نشستید سر جا؟ حالا مثلا تو نارمک هم حتی نزدیک به تهران دیگه، یعنی هومه تهران در واقع، اونا هم بلند شدن، اما خود تهران نه. چی کار میخواید بکنید؟ میخواید بیستید؟ کی براتون کاری انجام بده؟ هیچ کس کاری انجام نمیده. من به شما بگم ابدا امکان نداره هیچ کشوری قدمی در راه بهبودی وضع ایران و ایرانی برداره. امکان نداره. ما خودمون هستیم که باید مملکتمون رو نجات بدیم. به قول شاهزاده رضا پهلوی، ایشون میگن که من میخوام یک بارم که شده ما بگیم ما خودمون برای خودمون این کار رو انجام دادیم، یک کار رو انجام دادیم و حکومت دلخواهمون رو آوردیم. آخه بیگانه اگر بیاد کمک کنه به ما که ما این رژیم رو سرنگون کنیم، اون وقت اون چیز رو میاره که خودش دلش میخواد، باب میل خودشه. اینو در نظر داشته باشید. حالا من هی میگم کوگوش شنوا، شاید مرد بودم بیشتر به حرفم گوش میدادید تا زنم. اخلاق اسلامی در تک تک وجود، عذر میخوام، نمیخوام بگم همه مردان، اکثر مردان ایرانی و ایرانی مسلمان وجود داره. این فرهنگ اسلامیه، این فرهنگ اسلامیه که اخلاق جامعه ایران رو فاسد کرده. 1401 ساله که اخلاق جامعه ایرانی رو فرهنگ اسلامی فاسد کرده، فاسد کرده. فسادشو بعدا نشونتون میدم برای چی میگم فاسد کرده. در حال یک بارم که شده، خود ما مردم باید برای مملکتمون تصمیم بگیریم و کاری انجام بدیم. ما میتونیم، قدرتش رو هم داریم، در برابر همه این رژیم میتونیم بیستیم. و سال 88 یادتون رفته، مردم داشتن رژیم رو سرنگون کردن، سرنگون میکردن، اما رهبرانی که انتخاب کرده بودن رهبرانی بودن که از اعضای خود این رژیم بودن. کروبی و اون یکی اسمش موسوی، کروبی و موسوی که آخه ضد رژیم نبودن. اینا با احمد نشد سعی رای، اون گفت من رای آوردم رئیس جمهور شدم، احمدی نژاد اون دوتا میگفتن تو تقلب کردی. تقلب که همش هست اونجا، اینجاش هم که دیدیم تقلبه، تو تقلب کردی. دعواشون سر همین بود تا دیدن جمعیت به اندازه ریخته تو خیابون که این رژیم دیگه حریفش نمیشه. رهبران قوم، خود موسوی و کروبی، گفتن بس برید تو خونه هاتون بشینین و از خونه هاتون نیاید بیرون و اینا. ولی ملت داشت ساقط میکرد رژیم رو، واقعا داشت ساقط میکرد. حالا صحنه‌ای هست که برای یادآوری نشونتون میدم. مهندسی عشقان اگر لطف بفرمایید شماره 8، خیلی ممنون میشم. شماره 8 قدرت مردمی رو ببینید. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar?
میذارمتون. بگو فامیلی هر روز آدم جان ماده نکوه نکوه فقط رو موتور شو شو این کسافت فقط مرد فامیلی بگیرو برم میدونم درد خوره میشه گندنی لباساتونو درارید لباساتونو درارید لباساتونو درگیر گناتو درگیر گناتو بردار بابا باید بیدارید نه سر من با شماهیم من با اون نهجاتو کنم یارتونو با من روزنید عزیزای من خواهش میکنم ایرام انسانم بله این شماها بودید، شما ملت بودید، دیدید چگونه مامور رژیم رو گرفته بودین، لباساشو داشتین در میابونین، خوب کاری میکردین، دست کم لخنش بکنین. و گفتم تمام اون وسایل سرکوبگریش رو ازش بگیری، تمامشو، هر چی داره، باتوم شوکره، هر چی دیگه، یه چیزای دیگه هست، هر چی هست که با اون مردم رو آزار میدن، گازای خردل و گازای اشکاور و اینا که داره، هر چی لختش بکنی، همینجوری لخت ما با یه شورت بفرستینشون بیرون. دست کمش اینها، ولی دفاع از خود مشروعه. من بیشتر از این نمیتونم بگم، دفاع از خود مشروعه. و این شما ملت هستید، قدرتشو دارید، میتونید این کار بکنید. من چند تا عکس بود، انقدر چیزهای مختلف بود دیگه، اونو نفرستادم. چند جا جوون خودش تنهایی به یکی از اینا حمله کرده، اونم این شوکرشو در واقع داره گذاشته رو بعد دست این که آستین هم نداره پیرنش، دست این جوانه داره شک میده، ولی اون گرفته اینو از پا گرفته بلندش کرده با سر از پشت خورد زمین. حالا شک هم بده اون که میلرزه اینو ول نمیکنه که با هم میلرزن. حریف میشید منتها پا به فرانزه موقعی که گلوله، خب بله اون موقع شما باید سنگرگیری کنید توی خیابون، یه جاهایی رو کیسای شن بذارید پشت اون کیسه ها بخوابید رو زمین یا پشت دیوارا، خودتون بهتر میدونید دیگه. من نمیتونم از پای تلویزیون اینجا با یه قواعد و قوانینی داره، ما اگه دو تا کلمه حرف حسابی بزنیم فورا یوتیوب برمیداره، اما هر کس خامنه ای هر مزخرفی بگه هست تو یوتیوب، توی فیسبوکش، توی اینستاگرامش، توی توییترش، حرفای خامنه ای و سردمداران رژیم همه هست. ما که ظلم بهمون میشه و تحت ستمیم، ما نباید حرف بزنیم تا بگیم بالا چشم آقا ابروه هیچی، اون کلیپو ور میدارن اخطار میدن فلان میکنن نزده میکنیم. ولی به هر حال ما میتونیم و ما باید این کار رو بکنیم. حالا اون روز که من لس آنجلس بودم تا دیروز دیگه، دیروز اومدم به شهر خودمون، همون روز یک شنبه برنامه‌ای که از استودیو اجرا کردم و بعدم با آقای وطن خواه نشستیم که تلفن ها رو باز کردیم، یه آقای پای تلفن به آقای وطنخواه میگفتن شما و یا آقای دیگه ای رو نام بردن که شما دوتا داد بزنین با صداهای مردونتون به مردم بگین نرن تو خونه، بیارشون بیرون از خونه. یعنی من که زنم نه حرفم فایده داره نه دادم فایده داره، هیچی، من آدم نیستم، من کنار، زن کنار، خودشون اینا حرف بزن. بیشترین مبارزه رو با این رژیم زنها دارن میکنن. خجالت بکشید،
تا کی میخواید این فرهنگ اسلامی در مملکتتون باشه؟ با همین فرهنگ اسلامی ما رو بدبخت و بیچاره کردن. برای چی من دارم تاریخو میگم که انگلستان از دوره ناصرالدین شاه تلاش میکرد یک حکومت اسلامی که رهبرش هم یه آخوند باشه، شاهی وجود نداشته باشه، رئیس جمهوری وجود نداشته باشه، رهبرش یه آخوند باشه، کشور اونها اداره بکنن، کشور آخوندهای شیعه در ایران اداره بکنن. از دوره ناصرالدین شاه دنبالش بود انگلستان. من دارم الان اون هفته پیشم نرسیدم تاریخو بگم که بفهمید که از چه زمانی این غربی ها در رأس همشون انگلیس میخواسته که ایران رو و کشورهای منطقه که سرمایه های زیاده از نظر طبیعی دارن به دست آخوندها و مذهب بیفته، ملاحظه میکنید؟ و از طریق مذهب اداره بشه که بتونن ایران رو خوب چپاول بکنن. موفق شدن، چون شماها میخواید ناخواسته، یعنی بی اراده، نه که ناخواسته، بی اراده زن رو آدم نمیدونید دیگه، داخل آدم حساب نمی کنید. الان از اصلا در کل اعتراضات و از روز نخستی که این رژیم اومد روی کار، زنها شروع کردن، بانوان شروع کردن، خانوم ها شروع کردن، اونها بودن که رفتن تظاهرات که بهشون گفتن یا روسری یا توسری. همین گروه الله اکرم بهشون حمله کرده بودن و زده بودنشون با چوب و چماق و سنگ و نه هرچی دستشون میامد. تمام تظاهرهایی که اول انقلاب شد بر ضد این رژیم اکثرش توسط خانوم ها بود، البته آقایون هم بودن که فهمیده بودن، می آمدن حمایت می کردن از بانوانشون و در این تظاهرات شرکت می کردن، در این تظاهرهایی که بر ضد حکومت اسلامی انجام می شد شرکت می کردن. ولی خود بانوان بودن شروعش، یعنی وقتی که گفتن زنها حق قاضی شدن ندارن، خانوم هایی که قاضی بودن و خانوم هایی که وکالت خونده بودن در دوران شاه، اینها همه رفتن در دانشگاه حقوق، اونجا متحسن شدن، نشستن رو زمین، بس نشستن. لازم کنین دقیق میدونم، چون مادر من یکی از اون خانوم ها بود، ایشون حقوق نخونده بود، ادبیات فارسی خونده بود، ولی نمیخواست حکومت اسلامی بالا سرش باشه، نمیخواست زن رو انقدر ناقابل بدونن که بگن تو نیمه عقل نمیتونی قاضی باشی. رفت برای حقوقش مبارزه کرد. پدر من همینطور که همسر او میشد، ملاحظه میکنید؟ به این ترتیب. ولی زنها شروع کردن مقابله با این رژیم ها. وقت میدونید مردا چی میگفتن؟ میگفتن نکنید این کارو، انقلاب رو ضعیف نکنید، بذارید انقلاب جا بیفته، بعد که جا افتاد اون وقت این کارا رو بکنید و بگید که به او مثلا به ما حقوق ما رو نگیرید از همون، ما بخوایم قاضی بمونیم و این هزین حرفا. خب وقتی که جا افتاد زد تو سر همه از دم خیلی راحت تر. اینم نصیحت آقایون چپ بود، چپ و جبهه ضد ملیچیا. اینن یادم مامانم اومده بود میگفت که این گروه های مال نهضت آزادی و جبهه ملی و اینا، مصدق اللهی ها اومده بودن به اینا میگفتن پاشید نکنید انقلاب رو ضعیف نکنید و چه و چه. این که مردن به نفعشون بوده، چیزی نبود که. حالا میتونستن چند تا زن بگیرن، شاه ممنوع کرده بود، صیغه که به کل ممنوع بود، از زمان رضا شاه ممنوع شده بود صیغه کردن، صیغه که ممنوع بود به طور کلی، دو زنم ممنوع بود، شاه ممنوع کرده بود، از سال 1343 به بعد ممنوع شده بود. بله، ولی حالا با خودشون فکر میکردن مردا که آخ آخ چقدر خوبه دست بالمون باز شد. فرهنگ اسلامی بیچاره کرده ما رو،
واقعا بیچاره کرده ما رو، همچنان هم ادامه داره و هر رژیمی هم بیاد سر کار، تا تک تک شماها نرید با این مذهب آشنا بشید، و از همینی که میبینید خواهد بود. چی میگفتن یه مثال؟ آش همین آش است و کاسه همین کاسه، یه هم چیزی مثال میزدن. تا خودتون رو اول اصلاح نکنید، این رژیم، یک رژیم سکولار دموکرات درست حسابی در ایران روی کار نخواهد آمد. اگرم بیاد برکنار میشه باز، مثل رژیم شاه که اومد مفتی مفتی سکولاریسم و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و همه چی رو بهتون داد، بیرونش کردید. این دیوونه ها رو با این مذهبش و با این بساط رو آورد روی کار. از خودتون باید شروع کنید، هم زن هم مرد. اگر نظر تفکرات اسلامی دارید، اگر حالا با خودتون فکر بکنید که خب ما به هر حال یه مذهبی داشتیم، خدا رو بشناسید، خدا رو بشناسید. خدا به اسلام چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ اینا اللهشون رو میپرستن، الله همون بت کعبه، بت بزرگه که محمد گفت این جاش خود، این الله اینجا نیست، تو آسمونه. فقط هم من باهاش حرف میزنم، هیچ کس دیگه هم باهاش حرف نمیزنه، نمیتونه حرف بزنه، بعد از من هم کسی نمیاد که بتونه باهاش حرف بزنه. شد خاتم الانبیا، یعنی آخرین پیغمبر. با خداتون میخوای، با خدا میخوای حرف بزنی، حرف بزنی. به مذهبش چی کار دارید؟ آخه این شد خدا پرستی، این وحشی بازی که اینا سر ملت در میارن، به ویژه سر زن، سر دختر. ولی به خدا یه کلیپ سیاوش خان گفت اگر نشون بدم، مهندس سیاوش خان نازنین گفتن اگر نشون بدیم ممکنه یوتیوب اعتراض کنه، برش داره به عنوان بچه آزاری. بچه آزاری رو که من نمی کنم، من دارم اعتراض می کنم به این بچه آزاری. بچه آزارها رو اینجا اجازه بهشون میدید محرم و سفر رو اینا راه پیمایی کنن، سینه بزنن، قمه بزنن و اینا، جلوی اینا رو بگیرید. تو سوئد یا نروژ که از این دو کشور داره اسلام رو از جزء ادیان در میاره بیرون، چون خیلی قوانینش ضد بشره. به هر حال من این رو نشون میدم مهندس سیاوش خان، اگر فکر میکنم نذارید این برنامه رو تو یوتیوب، اگه فکر میکنید که چون نمیتونم به عنوان یک زن، یک زن فمینیست و به قول سیاوش خان به عنوان یک انسان، نمیتونم این چیزها رو نادیده بگیرم ازش بگیرم. برای اینکه این بدبختی توی مملکت ما هم هست، در جای جایی از ایران این حرکت رو میکنن، دختر رو خط نمیکنن. شنیدم در بعضی از نقاط ایران، نمیخوام اسم بیارم، که همیهنانم که در اون مناطق زندگی میکنن ناراحت بشن. نکنید، زشته. اینی که دارم میگم، نشون میدم، این تو مصر فعلا داره انجام میشه، ولی دختره رو، بدبخت بیچاره دختره 6-7 ساله رو، بدون این که یه آمپول بیهسی بهش بزنن، بدون این که بعدش یه پانسمان درست حسابی بکنن، از دلاکه خواستن بیاد خونه. کار دلاکا تو ایران هم قبلا مثل که دندون کشیدن و این چیزا هم باهاشون بوده، نمیدونم برای خواستن که بیاد دختره رو ختم بکنن. پدر هست، برادر هست، مادر هست، خاله هست، عمه هست، همه هستن، هیچ ختنه بکنن. چرا؟ چرا؟ برای اینکه زن از سکس لذت نبره، فقط برده جنسی باشه. زن فقط برده جنسی باشه. ختنه میکنن که دیگه لذت نبره از زندگیش. میدونید؟ اینه دین اسلام. حالا برید قربون صدقش برید. من سیاوش خان
ببخشید عذر میخوام، اگر لطف بفرمایید کلیپ شماره 9 دختری که من واقعا دلم از حال رفت و صحنه رو چادر کشیدن دورش نشون نمیده، عضو نشون نمیده، فقط ببینید دلم برای این دختره کباب شد. شماره 9 مهندس سیاوش خان، خیلی ممنون میشم. چی دارید جواب بدید؟ شما که خیلی اسلام رو دوست دارید، چه جوابی دارید به این کار؟ قرآن گفته باید بکنیم؟ دختر بچه بیچاره رو باید این بلا رو سرش بیاریم؟ خاک بر اون سرتون، واقعا چقدر بیوجدانی، چقدر این مذهب تحمیق میکنه جامعه رو. باباش ماچش میکنه، بهش میگه شجاع باش فلان، نه. اون یکی کیل میکشه، نه. خاک تو سرتون کنن، نمیفهمین بیشورا. ببینید مذهب چقدر بد چیزیه، چجوری آدم رو تحمیق میکنه. بابا این چیه؟ هر جاشو میبینی یک یه افتضایی داره. این زن بدبخت رو ببین چه میکنن، برده جنسی. دختره چی جیغ میزد بدونه که اصلا یه خود سر بکنن اونجا رو، یه آمپوی قبلا بزنن که یه خود بیهس بشه. قیچی گوشت بدن بیچاره رو قیچی میکنن و من میگه ساکت باش. بعد با اون یکی که کنه کثیف، خاک تو سرتون. آخه این چه کارهایی که میکنید؟ قرآن گفته باید بکنیم، ما میکنیم، چون که خیلی بی خود کرده که گفته. حالا اگه اینفکشن هم بکنه، چرکم بکنه، به جهنم. مرد زن دختر دیگه. این رفتاریست که با زنان و دختران مسلمان در کشوران اسلامی انجام میشه. حالا این یکیشه، یکی دیگهش دیدیم دختر 9 ساله رو به زور دارم میدن به مردی که دختره ده فرار بگیر ببند ببند، آخرش هم میمیره شب ازدواج. خودتون رو از این مذهب نجات بدید تا بتونید مملکتتون رو از دست آخون در بیارید. تا موقعی که هنوز تفکرات مذهبی تو وجودتون هست، بال میزنه تو مغزتون، مملکتتون هم نجات پیدا نمیکنه. ایران نجات پیدا نمیکنه مگه اینکه به فرهنگ ملی خودش برگرده و دست از این کثافتکاری ها برداره. در برخی از نقاط ایران هم این کار انجام میشه، گفتم در برخی نقاط، متاسفم. خودمون ببینین شاهزاده رضا پهلوی چی میگه، اینو میدیم میبینیم. بعد من واقعا میخوام یه مقدار راجع به تاریخ صحبت بکنم، با اینکه ایران خیلی جاها شلوغه، واقعا اعتراضات هستش، به هم بپیوندین. چند دفعه بگم من فایده نداره صدام زنون از خودم زنم، این دفعه میگم همسرم بگه صداش واسهتون پخش کنم که بگه به هم بپیوندید، متحد بشید، بیایید با هم همکاری کنید. اونجوری وقت به حرفتون به حرفش میرید دیگه، چون اون مرده. صداشم میگم خوب کلوف کنه، داد بزنه، چون من که آدم نیستم. مهندس سیاوش خان اگه لطف بفرمایید کلیپ شماره 1 رو بزنید، خیلی ممنون میشم. یک بارم که شده ما بگیم که برای بار اول در تاریخ کشورم به عنوان مردم ایران به دست خودمون سرنوشت خودمون رو تعیین کردیم، نظام خودمون رو مشخص کردیم، نه به ارث بردیم، نه امریکا در درش درگیر بوده، نه تقصیر انگلیس بوده، بلکه مسئول نتیجه تصمیم و خواست خودمون بوده باشه.
خیلی ممنون مهندس سیاوش خان گرامی. بله، آرزوی شاهزاده هم همینه که یک بارم که شده ما خودمون برای خودمون اقدام بکنیم، به خودمون متکی بشیم و توقع نداشته باشیم یا منتظر این نباشیم که بیگانگان بخوان به ما کمک کنن. در امریکا هر کی میخواد رئیس جمهور بشه بشه، این دفعه دیگه اصلا مهم نیست، نباید برای ما ایرانی ها مهم باشه. چیزی که مهمه خودمون هستیم که باید انجام بدیم، میتونیم هم انجام بدیم، خیلی خوب هم میتونیم انجام بدیم. 80 میلیون جمعیت این کشوره، منتها منظم عمل کنید، ارگانایز شده عمل کنید. وقتی وسط خیابون وایستادید میبینید اینا اسلحه هاشون رو طرفتون گرفتن، در رفتن در عقب چیزی رو حل نمی کنه، بازم بهتون از پشت میخوره دیگه. دیدم چقدر ساش میخورده بود، قلن 50 تا ساش میخورده بود تو تن یارو. وقتی شالاتانی گفت این تفنگای ساش مایی زیاد دردی نمیاره، چیزی نمیاره، دلم میخواست بیام بهش دم دستم بود بهش میگفتم بذار دوتوشو به تو بزنیم ببینیم چه حالیه میشی. من یه دونش یه دفعه به پام خورده، اونم داشتیم بازی میکردیم بچه بودیم. برحال خورد به پای من، قش کردم افتادم از درد. اینقدر درد داره که حساب نداره. البته خیلی هم بچه بودم، 7-8 سالم بود. ولی وقتی که 10-15 تا 30 تاش میخوره تو بدن یارو وسط خیابون، اگر میخواید به ایستید حتما نگاه کنید ببینید اونجایی که وایستادید دو طرفتون کوچه ای چیزی هست یا یه خیابونای باریکی هست یا نه، که بتونید فوری برید تو این دو تا خیابون. نصف جمعیت از این بر نصف از این برید توی خیابونا که مستقیم و راحت نتونن به شما تیراندازی بکنن. بعدم با خودتون مسائل امنیتی ببرید، با دمپایی هم نرید هیچ وقتا، کفش کتونی درست حسابی بپوشید، بنداش هم خوب صفر کنید، اون وقتی بتونید قشنگ فرار کنید، بتونید جایگزین بشید هر جا که میخواید برید. حتما حتما ماسک بزنید برای این کرونا هم هنوز که هنوز اونجا هستش، بدترش هم هستش دیگه، اونم بزنید. ما ماسکر هم هر طور شده، اسپری هم دستتون باشه برای دوربینا. الان در ایزه دیشب خیلی جالب بود، پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو ملت جوانان مبارز ما پایین کشیدن. برای میتونن ببینید. مهندس سیاوش خان لطف بفرمایید کلیپ شماره 4 هستش، خیلی ممنون میشم. بله دیدید چه جوانان مبارز ما چه جوری پرچم خرچنگ نشانشون آوردن پایین. جوانان ما شیردلانانه دارن میجنگن با اینا مبارزه میکنن، همینطور به ویژه زنان و دخترانمون، بانوانمون شیرزنن همشون. منتها تعداد متاسفانه میگم کمه نسبت به جمعیت شهرها. اینه که اینا حریف میشن، میتونن اون وقت این اشرارشون رو بفرستن این ور اون ور سرکوب بکنن. الان بذارین یک کلیپ دیگه در جولان دادن این اشرار حکومتی در شوش رو هم ببینیم. شماره 3 هست مهندس سیاوش خان، خیلی ممنون میشم. شماره 3
جداگانی و سنجر 29 دو شبه، هیچ گویی هم نمیتونن بخورن، هیچ گویی. بچه ها پرچمشون بالاست. بله زنده باد، واقعا آفرین و درود به شرفتون. کسانی که دارید مبارزه میکنید با این رژیم، امیدوارم دیگرانم بپیوندن به شما و شعارهای ساختار شکن بدید. ساختار شکن، نه مثلا شد مثلا زندانی سیاسی آزاد باید گردد، نه این بی خوده، خیلی بی خوده. اینم بهتون بگم، ما تازگی ها یاد گرفتم به ویژه در شهرستان ها، یعنی چند وقت این کار میکنن، چند نفر از خودشون با لباس شخصی میفرستن تو توی تظاهرات، وقت اینا یهو فریاد میزنن الله اکبر الله اکبر. همراهیشون نکنید، بهشونم بگین از این شعار ما ندید، از این همین شعار ما رو بدبخت کرد، با این شعار شروع شد الله اکبر خمینی رهبر، با این شعار شروع شد، دوباره تکرارش نکنید. الله بزرگه، برای عربا بزرگه، برای ما خدا بزرگه، اهورمزدا بزرگه. اگر اعتقادی به چیزی داشت میخواید داشته باشید، چیزی داشته باشید که مال خودتون باشه، نه از صحراهای سوزان عربستان، یه عربی که نمیدونیم کیه چیه یه چیزی ورداره برای شما بیاره، اونم با زور شمشیر، زن و دختر رو تونم بهشون تجاوز بکنه، خواهرتون مادرتون بعدم بفروشه در بازارهای مکه و مدینه که نسلشون رو، عمر گفته بود دیگه، جفتگیری کنید که نسلتون بهتر بشه. یعنی از اون قیافه های وحشتناک در اومدن دادن به الان سردمدارای رژیم، که حتما حتما نصفشون عربه، ببینید چه شکلی هن دیگه، ریختاشون رو ببینید، اصلا شما چشم و چار این ریختی دیدید، یه چشم بالا یکی پایین، نمیدونم دماغا یه جوری کج و کله است که اصلا من ندیده بودم با عمرم، لب و دهنها شکل ها اصلا وحشتناکه، مثل مانستر میمونن واقعا هر کدومشون. اینا کجا بودن؟ تردید نکنید اینا ایرانی نیستن. برحال قدرت مردم قدرتیست که هیچ رژیمی نمیتونه، هر چقدر هم دیکتاتور باشه، هر چقدر هم جنایتکار باشه، نمیتونه در برابر قدرت مردمی ایستادگی کنه. منتها مردم باید دست به دست هم بدن، با هم اقدام بکنن، نه اینکه الان ایزه شوش، نمیدونم در خوزستان خیلی جاها شلوغه، تظاهرات بکنن، مبارزه بکنن، اینا نیروهای سرکوبگرشون بریزن اون طرف، اونا رو سرکوب کنن و بکشن و بعد بگیرن زندانی کنن، بعد تازه مثلا خراسان یادش بیفته، یا تازه مثلا آذربایجان یادش بیفته. نه، این کار رو نکنید، به ضرر خودتونه. ما بارها گفتیم دیگه، چند دفعه بگم واقعا یه حرفی رو، یک بار بس دیگه، صد دفعه که آدم نباید یه حرف رو بزنه، اگر گوش نمیدید نمیدید دیگه. میگم شاید یه مردی باید بیاد داد داد بزنه تو قبول کنیم، ما که بگیم مثل که فایده نداره. زنان ما به حدی شجاع، اصلا هر کدومشون یه تمریناتی میکنن خودشون رو آماده برای مبارزه. الان من به شما یه دختر جوانی نشون میدم در ایران، از دیوار میخواد بره بالا، آخرش هم میره. ببینید چند دفعه این کارو میکنه تا بالاخره از دیوار بره بالا. مهندس سیاوش اگه لطف بفرمایید این کلیپ هم نشون بدیم خیلی ممنون میشم، شماره 9 خیلی ممنون میشم. so hard and got so far.
خیلی ممنون مهندسی اشخان گرامی. دیدید؟ بالاخره دیواره رفت. آفرین به تو، آفرین به اون غیرتت، به شرفت، به شجاعتت، به پشتکارت. خب حضور از کنم که یک بار دیگه سخن شاهزاده رو یک کلیپ دیگه است که میگه ما باید به خودمون متکی باشیم رو میشنویم و من سخن هفته رو دیرم شد آغاز میکنم. شماره مهندس سیاوش خان نازنین، اگر لطف فرمایید شماره 11 است. این سخن شاهزاده رو با هم بشنویم. رو هیچ کسی به غیر از رو خودمون نمیتونیم اتکا بکنیم، چه دنیا بخواد چه دنیا نخواد، ما باید کار خودمون رو انجام بدیم. من ارتشی، من کارگر، من مهندس، من پزشک، من پرستار، من دانشجو، من فیلسوف، من نویسنده، من روزنامه نگار، من هنرمند، من کشاورز، من ماهیگیر، من ایرانی، من ایرانی، من ایرانی، ما نخواهیم گذاشت کشورمون رو از ما بگیرن و از بین ببرن. چرا؟ چون ایستاده ایم. من خوزستانی، من آذری، من کرد، من بلوچ، من مسلمون، من مسیحی، من کلیمی، من ایرانی، ما مردم ایران. ایران رو این حکومت از ما گرفت و سکر خودش رو به عنوان نماینده مردم جلوه بده. ما این حکومت رو به دست مردم برمیگردونیم و مردم هم که خواهند گفت ما ملت ایران هستیم. تفلک شاهزاده صداشم معلوم بود سرما خورده بود صحبت میکرد. چقدر اینو تا به حال این حرف و اینشون تا به حال زدن، چند مرتبه منو قبول ندارید که زنم شاهزاده رو که باید قبول داشته باشید دیگه، هم مرد هم پادشاه قانونی ایران، اگر قانون مشروطه رو از قانون اساسی مشروطه رو قبول داشته باشید، هنوز پادشاه قانونی مملکت داره این سخن رو میگه. منم چی شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندی رو خواه ملال. بی خود دانید. حضور تو از کنم که دولت انگلستان، دولت فخیمه انگلستان از دوران ناصرالدین شاه قاجار تلاشش بر این بود، یعنی از دو قرن پیش، 200 سال پیش، تلاشش بر این بود که در ایران به ویژه، حالا دور کشورهای منطقه همه رو میخواست، ولی ایران رو، ما راجع به ایران صحبت میکنیم، راجع به وطنم صحبت میکنم با شما، میخواست در ایران در واقع یک حکومت اسلامی با قوانین شرع اسلامی که توسط آخوندها رهبری میشه، اداره میشه کشور، کشور به دست اداره بشه، ملاحظه میکنید؟ یعنی شاه و رئیس جمهور اینا نه، آخوندا اداره کنن با قوانین شرع اسلام. حالا اگه شاه هم اداره میکنه، شاه زیر فرمان آخوندها باشه به طور کلی، گردانندگان اصلی اونها باشن. یعنی این همین جمهوری اسلامی که الان داریم، رئیس جمهوره هیچ کار است، همه کار کی میکنه؟ اون خامنه ای آخوند، سید چولا، ملاحظه میکنید؟ این خاصه دولت انگلیس بود از 200 سال پیش و فعالیت هم در این راه میکرد که این کار بکنه، که گفتیم برای اجرای این طرحش ابتدا سید جمال الدین اسدآبادی یا افغانی، بعضی کتاب ها نوشتن سید جمال الدین افغانی، بعضی ها گفتن سید جمال الدین اسدآبادی، هر نا کجا آبادی فرق نمیکنه، اول اجرای این طرح رو به او سپردن و او گفتیم به ایران اومد، و ولی ناصرالدین شاه رو روس‌ها نذاشتن که چنین کاری رو انجام بده، چون در دوران قاجار به ویژه تا پیش از مشروطه، یعنی تا زمان احمدشاه،
یعنی تا زمانی که کمونیسم در روسیه روی کار اومد، تا اون زمان دولت قاجار زیر تسلط و نفوذ و قدرت دولت روسیه تزاری بود. لازم کنید. و دولت روسیه تزاری نگذاشت چنین اتفاق بیفته و ناصرالدین شاه رو ترسوند و تهدید کرد و غیره، و سید هم شکار کرد، شروع کرد به تحریک مردم و آخوندها و حتی خود رجال قاجار که شبنامه می نوشتن بر علیه ناصرالدین شاه و خواهان حکومت اسلامی بودن. اینا که ناصرالدین شاه هم چون می دونست اینا همه زیر سر این سید است، سید جمال الدین، حتی دو سه تا نامه تا زیر بالشت شاه رفت، یعنی حتی تو دربارش هم اینا نفوذ کرده بودن، اسلامیستایی بود. ناصرالدین شاه دستور داد برها سید رو بیرون کردن از ایران، که گفتیم رفت به عثمانی و غیره، و بعدم معلوم شد که امروز که یعنی امروز که نه یعنی اینطور که رایم نیسته که کتابش رو دیدن فکر میکنم 60 سال پیش نوشته باشه، اسماعیل رایم فراموشخانه و فراماسونری در ایران، ایشون میگه امروز که اسناد و مدارک بیرون اومده، اسناد و مدارک وزارت خارجه انگلیس بیرون اومده، ما میبینیم سید جمال الدین اسدآبادی همون زمانی که بر ضد انگلیس سخنرانی میکرد و فعالیت میکرد و مینوشت و میگفت، همون زمان برای انگلیس کار میکرد، چون بعدش هم رفت به انگلستان و اونجا لورد چرچیل پدر همین وینستون چرچیل رو اونجا دید و هر حال این قرار مدارا رو گذاشتن اینا، ولی در ایران نشد، ناصرالدین شاه نذاشت بیرونش کرد. اما گفتیم در دوران ناصرالدین شاه به خاطر سفرهایی که سه سفر ناصرالدین شاه به اروپا کرد، و به خاطر این سفرهایی که ناصرالدین شاه به فرنگ کرد، که نخست وزیر او میرزا حسین خان سپهسالار که مردی بسیار فهمیده و تأثیر کرده و روشن فکر بود و میخواست که ناصرالدین شاه در واقع با پیشرفت‌های کشورهای اروپایی آشنا بشه تا ایران رو یه قدری از این فلاکت بیرون بیاره، او رو سپهسالار که نخست وزیر ناصرالدین شاه بود، ناصرالدین شاه رو تشویق کرد که به فرنگ سفر کنه، خودشون هم همراه ناصرالدین شاه بودن، و که ناصرالدین شاه یه درشکم پر از زن همراه خودش رو انداخته بود که تا مرزم برد با خودش و همون چادر چاقچور و روبنده و اینا، که اونجا ناصرالدین شاه یعنی پاسپورت نگاه میکردن ریخته اینا نمیتونستن ببینن روبنده داشتن، خلاصه نشد و به ناصرالدین شاه قول دادن که تو فرنگ از همون فرنگی واسه شو زن میارن، این زنها رو بفرست تهران. برحال حضورتون از کنم که ناصرالدین شاه سه سفر کرد به اروپا و برحال پیشرفت های اون کشورها رو دید و بعد به ایران برگشت، ولی بر اثر اون که راه فرنگ باز شد، به خود ناصرالدین شاه کاری نداریم که از فرنگی چی یاد نگرفت، فقط توی اونجا یه سپاه قزاق رو دید در روسیه که از تزار روسیه خواست همون سپاه بر ما تشکیل بده، اینقدر این آدم بیخرد و نادان بود که نمیدونه سپاهی که یه کشور دیگه تشکیل بده سرکرده هاش هم روسی باشن، خب منافع روسیه رو به جا میارن نه منافع دولت ایران رو، اینقدر نادان بود. بعدم بردنش به یه نمایش باله، اپرا و باله، این خانوما با این لباسای توری بالهی که میرقصیدن خوشش اومد، اومد دستور داد زنای دربار حرمسرای قاجار همه چیز بپوشن، از این دامنچین درست بپوشن، شلیته بپوشن. این شلیته ها رو اینا اطلس ها رو میخریدن، مثلا 20 میز اطلس میخریدن، اینا رو چین میدادن، بازم مثل اونا گاز بود، تورای گازی که وای میسه هوا، اینا رو میپوشیدن، همه چاق و چله و پروپاها کج و کله مینداختن بیرون، دید خیلی ناجوره، گفت یه شلوارم زیرش بپوشی،
شد شلیته و شروار. این سوغاتی هایی بود که ناصرالدین شاه از فرنگ آورد برای ما، چیز دیگه یاد نگرفت. اما باعث شد که راه فرنگ باز میشه و یه عده ای از خانواده هایی که دستشون به دهنشون میرسید، حالا یا از رجال بودن یا از حضورتون از کنم که بازاریا بودن یا از سرمایه دارا بودن، به هر حال اینها بچه هاشون رو برای ادامه تحصیل به فرنگ فرستادن. یعنی راه فرنگ تا حدی باز شد و خیلی تعداد معدودی تونستن برن به فرنگ، بیشتر به فرانسه، و اینها نزدیک با پیشرفت‌های این کشور و کشورهای اروپایی آشنا شدن و با انقلاب کبیر فرانسه. چون اصلا روزنامه‌ای نبود در ایران، اگرم بود که بخواد راجع به انقلاب بنویسه فرانسه چی شده، اصلا از این حرفا نبود که تلویزیون رادیو این چیزا نبود که مردم بفهمن در اروپا رنسانس شده، در اروپا انقلاب کبیر فرانسه شده، سکولاریسم اومده، اصلا این چیزا نمی‌دونستن که. ولی وقتی راه فرنگ باز شد و یه تعدادی رفتن اونجا معدود و آشنا شدن با پیشرفت‌های فرنگ و انقلاب کبیر فرانسه، این بود که یک با همه خفقان و عقب افتادگی و درد و مرضی که ایران داشت در دوران قاجار و همینطور دوران این صاحب قران یعنی ناصرالدین شاه، با این حال یک جریان روشنفکری در ایران آغاز شد. روشنفکری واقعی، نه مال 57، نه اینایی که رفته بودن فرنگ این چیزا رو دیده بودن. این جریان روشنفکری رو در واقع در ایران راه انداختن تا حدی. انگلیس ها که حواسشون بود به این موضوع، خیلی نگران شدن از اینکه اگر این جریان روشنفکری ادامه پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه، مردم بیشتری آشنا بشن با این پیشرفت های فرنگ و این روشنگری هایی که این روشنفکران ما دارن الان میکنن در ایران، اون وقتی که دست انگلستان از استعمار ایران کوتاه میشه. این بود که ابتدا سعی کردن هر طور شده جلوی این روشنفکران رو بگیرن و این جریان روشنفکری رو بگیرن، ولی موفق نشدن، نتیجه مطلوب رو بهشون نداد. به همین جهت دولت انگلیس تصمیم گرفت که تعدادی از افراد خودش رو وارد این جریان روشنفکری بکنه که اینها در خدمت انگلیس باشن، ولی کن بیان در رابطه با انقلاب کبیر فرانسه و سکولاریسم و روشنگری و مجلس شورای ملی و غیره سخن بگن، صحبت بکنن. یعنی طوری باشه که جریان روشنفکری تو رهبریش رو وابستگان انگلیس به عهده بگیرن، فراماسونرا، وابسته های به انگلیس به عهده بگیرن، که هر زمان که و تا جای پیش برن که این جریان روشنفکری از حرفای زیبا جلوتر نره، به مرحله عمل نرسه، ملاحظه میکنید؟ و بعدم بتونن که این روشنفکرانی که وابسته به انگلیس هستن وقتی رهبری رو به عهده بگیرن، بتونن به موقعش هر زمانی که لازم هستش این جریان روشنفکری رو به بیراهه بکشونن و به سراب ببرن. ملاحظه میکنید؟ دولت انگلستان برای این سیاست نوفریبش، گفتم اینطور پیش رفته بود که تا جای پیش بره، اینطور فکر کرده بود که تا جای پیش بره که کار از مرحله حرفای زیبا به مرحله عمل نرسه. ملاحظه میکنید؟ و به این ترتیب هر زمانی که افکار انقلابی در ایران بخواد ایجاد بشه، بیان این روشنفکران با ترسوندن ناصرالدین شاه از یه طرف و حضورتون عرض کنم که تحریک ملاها از طرف دیگه، در واقع گفتم جریان رو منحرف بکنن، که موفقم شدن.
یعنی موفق شدن که واقعا ناصرالدین‌ها التفاتش به انگلیس‌ها خیلی بیشتر از گذشته بشه، چون تا قبل خیلی سر یعنی بسیار سر به زیرانه نوکر روس بود، روسیه تزاری بود، ولی حالا خب به انگلیس هم لطف پیدا کرده بود در اثر این روشنفکران وابسته به انگلیس. اجرای این طرح رو این بار دولت انگلستان به کی داد؟ به میرزا ملکم خان ناظم الدوله. میرزا ملکم خان کی بود؟ میرزا ملکم خان یه ارمنی‌زاده‌ای بود که شعبده‌باز ارمنی‌زاده‌ای بود که تحصیلاتی داشت، در انگلیس تحصیل کرده بود، انگلیسی خوب صحبت میکرد، زبان فرانسه صحبت میکرد. پدر ایشون ارمنی بود که چون در دوران قاجار کسی که در دربار کار میکرد باید حتما مسلمان باشه، ایشون مترجم زبان انگلیسی، یعنی پدر میرزا ملکم خان مترجم زبانهای انگلیسی و فرانسه بود و برای این که بتونه در دربار کار بگیره مسلمان شده بود و در دربار قاجار کار گرفته بود. و پسرش هم همین میرزا ملکم خان ناظم الدوله بود که اجرای این طرح آزادی خواهی و روشن فکری و قانون طلبی رو انگلیس ها به او دادن. که تمنام کنم اینجا رو خوب دقت کنید که این میرزا ملکم خان ناظم الدوله در واقع در لباس آزادی خواهی و تجدد طلبی سنگ اسلام و اسلامیون رو هم به سینه میزد. خوب دقت کنید، خیلی مهم. این جریان روشنفکری رو به دست میرزا ملکم خان دادن، ایشون در لباس آزادی خواهی و تجدد طلبی سنگ اسلام و اسلامیون رو به سینه میزد و به نشر مطالب ضد استبدادی میپرداخت. ضد استعمار چیزی نمینمش، استعمار یعنی که کشوری بیاد کشور دیگر رو استعمار بکنه، ضد استعمار حرفی نمیزد، ولی برای استبداد و زورگویی آره مطلب می نوشت. در چه روزنامه ای؟ هم سخن می گفت، هم سخنرانی می کرد، هم در روزنامه ای رو انداخته بود به نام قانون که در اون روزنامه خودش مطلب می نوشت. بزرگان دیگری رو هم فریب داده بود که اونها هم مطلب می نوشتن، ولی هر جای مطلب که در رابطه با استعمار و انگلیس چیزی نوشته شده بود اون مطلب رو چاپ نمی کرد. مثلا یکی از کسانی که در همین روزنامه قانون می نوشت میرزا رضای کرمانی بود که یکی از بزرگان علم و ادب و فلسفه دانای ما بود که اصلا در دوران ناصرشاه مجبور شد فرار کنه، رفته بود عثمانی، از اونجا مطلب می نوشت و می فرستاد به لندن برای میرزا ملکم خان و او در روزنامه قانون به چاپ میرسون. ولی اگر مطلبش میگم به انگلیس اشاره میکرد یا به غرب اشاره میکرد که نذارین استعمارتون بکنن فلان، اون چاپ نمیشد، اون مقاله چاپ نمیشد که چند جا صدای ایشون در آمده کرمانی. برحال خدمتون بگم که میرزا ملکم خان خیلی تو کارش موفق شده بود. گفتم شاه قاجار رو خوب ترسونده بود و طوری کرده بود که گفتم خیلی لطف و محبتش نسبت به انگلیس ها زیاد شده بود و حضورتون بگم که و از همه بدتر این که میرزا ملکم خان موفق شد که یه تعداد روشنفکران واقعی رو به همون دوره رو به دنبال خودش به اردوی انگلستان بکشونه. یعنی آمد حضورتون عرض کنم که
یک حزبی رو باز کرد، یه جایی رو باز کرد، اسمش رو گذاشت فراموشخانه. و این فراموشخانه یا مکتب آدمیت بعداً معروف شد، که در این فراموشخانه فراماسونرها کار میکردن. فراماسونرها کسایی هستند که حالا به هر حال اون جریان فراماسونی خیلی مفصله، من الان بخوام برم اون تو دیگه بیرون اومدنش الان محاله، نه الان، تا چندین جلسه محاله. فراماسونرها به هر حال خیلی گروه مخفی زیرزمینی هستن که برای انگلیس کار میکنن، همه جا هستن، در همین آمریکا هم هستن، در کشورهای اروپایی، آسیایی، افریقایی، همه جای دنیا هستن. شاه محمد رضا شاه فراماسونری رو ممنوع کرده بود در ایران، ولی بسیاری از خود رجال درباری‌هایی که با دربار محمد رضا شاه رفت و آمد داشتن پنهانی فراماسونر بودن، عضو فراماسونر بودن پنهانی. لازم کنیم ببینیم که ساعت چنده، اجازه بدیم. بله 45، 11:45، بله وقت تمام شد. عذر ببینم، خواستم بخونم از روزنامه قانون برای شما که مال میرزا مرکب خان ناظم الدوله است، که ببخشید، هم از اون هم از فراموشخانه یا فراماسونری در ایران. اوه سنگینه مچم درد میکنه. در رابطه با روزنامه قانون و میرزا مرکب خان کارهایی که ایشون کرد و انگلیس که چقدر تلاش داشت یک حکومت آخوندیسم در ایران پیاده بکنه با مذهب اسلام. عصبانی شدم اول برنامه، راجع به این مذهب صحبت کردم. حالا تا همینجا کافی تونه، تا هفته آینده ادامه این برنامه رو دنبال میکنیم، براتون میخونم. با سپاس فراوان از مهندس سیاوش خان گرامی، کارگردان عزیز برنامه، برای یکایک که شما عزیزان شب و روز خوش رو آرزو میکنم. روز و روزگار خوش.